شهر لس آنجلس در آمریکا روز سه شنبه 21 خرداد بار دیگر میزبان نمایشگاه بین المللی آخرین دستاوردهای صنعت فناوری در زمینه بازیهای الکترونیکی خواهد بود. در نمایشگاه امسال انتظار می رود گوگل با معرفی استادیا سرویس اشتراکی بازیهای ابری قولهای بزرگ این صنعت را از میدان بدر کند. سامان پژوهان و جزیات بیشتر. نزدیک به 70 هزار نفر از علاقمندان بازی های ویدیویی برای بازدید از نمایشگاه بین المللی روز سهشنبه به سوی که خورداد در شهر لس آنجلس آمریکا دقیقه شماری می کنند. گفته می شود نمایشگاه امسال با عنوان ای تری اکسپو به دلایل متعدد نقطه عطفی در گاه شمار بازی های ویدیویی تلقی می شود. یکی از این دلایل تغییر شیوه صنعت فیلم، موزیک و بازی های کامپیوتری از شیوه سنتی آنها در قالب سخت فیزیکی به دانلود کردن بازی های دیجیتالی به سیستم استریمینگ یا جاری مثل گوگل است. گوگل قرار است در این نمایشگاه استادیا سرویس اشتراکی بازی های ابری را به کاربران اینترنت معرفی کند. سیستمی که از طریق گوگل کروم در کامپیوتر، تبلت، تلفن همراه و تلویزیون به راحتی قابل استفاده خواهد بود. طرفداران بازی های ویدیویی با آمدن استادیا از این پس دیگر نیازی به داشتن اکس باکس و پلیستیشن های گران قیمت نخواهند داشت. یا به عبارتی آن دست از فناوری های سنتی بازی های کامپیوتری مثل نوار ویدیو منسوخ خواهد شد. درست مثل دیدن فیلم از طریق نتفلیکس این فناوری رو متحول میکنه. همه بدون نیاز به دستگاه گرون از طریق تلویزیون میتونن بازی کنند. پیش بینی شود یکی از بحث‌های داغ در نمایشگاه امسال ایتری قدیمی‌ترین بازی کامپیوتری فاینال فانتزی 7 باشد که حدود 20 سال پیش منتشر شد. سایبرپانک 2077 محصول لهستان برای جلب توجه بازیکنان تصمیم دارد با سایر بازی‌های کامپیوتری به رقابت برخی زد. و جای صنایع بازی‌های کامپیوتری معروف و قولاسایی چون سونی، اکس باکس در آن خالی خواهد بود. درآمد حاصل از صنعت بازیهای ویدیویی در آمریکا سال گذشته 43 میلیارد و 400 میلیون دلار بود که نسبت به سال پیش از آن 18 درصد افزایش داشت. نمایشگاه ایتری از روز سه شنبه 21 خرداد آغاز می شود و تا 23 خرداد ادامه خواهد داشت.